در همایش بزرگ عدالت خواهی که به روز پنجشنبه در کابل برگزار شد، شماری از اعضای شورای ملی، رهبران سیاسی و شهروندان کشور در آن شرکت داشتند. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی، مشروعیت نظام کنونی افغانستان را نیم بند می داند و می گوید که آقای کرزی باید خواستای این همایش را سرمشق کارهایش قرار دهد. قسم به خون شهیدی از این ملت، قسم به نعره تکبیر، اگر تو به صدای ما گوش ندی و شرایط حوزه بزرگ عدالت خواهی و ضد ترور سرمشق راهکار قرار ندی، ما بار دیگه، ما تاریخ تعیین نمی کنم، بسیج میشیم و به خیابان میرسیم. اقرار میکنم با تمام نهادهایی که دموکراسی به او استوار است احترام گذاشته شود، با جامعه مدنی احترام گذاشته شود، ما وادار ساخته نشیم که به خیابان بریزیم و این کتله کوچک بی‌ریشه حریص از نمایندگی ملت افغانستان خلق کنیم. امرالله صالح و دکتر عبدالله عبدالله هشدار می‌دهند که اجازه نخواهند داد تا کسی با هراس افغانان معامله کند. آنان از روند صلح حکومت با طالبان سخت انتقاد می کنند. القاعده، طالب و گروه های افراطی دیگه که این سرزمین به خاک و خون کشاندن گروه های نیابتی پاکستان هستند و ما مشکل ما هنوز حل نشده. به این گروه برادر خطاب کردن جفاس و این ملت، برادر من نیست، برادر تو نیست، دشمن است. با دشمن اگر مذاکره میکنی با هویتش مذاکره کن، هویت کاذب برش نسن. از کسایی که با تروریست‌ها یک جای شدن به دستور استخبارات خارجی کشور از بین میبرن، هر روز بشه از وازار میشه، هر روز عذرزاری میشه. از نام تو ملت، از نام تو ملت با افتخار، تو به کس عذر نکردی. تو به این قدرتی که امروز در اینجا آمده دنیایی امریکا عذر نکردی، نمیکنی، نباید بکنی. عزتت، شرفت، آبرویت تو را اجازه را نمیده و طالب مزدور عذر میشه در این مملکت. از نام تو ملت با شرف تو اجازه را میتی بکس؟ در همین حال امرالله صالح روابط کنونی پاکستان را با افغانستان نیز به باد انتقاد میگیرد. شما ببینین پوسیدگی این نخبه به اصطلاح سیاسی را که پاکستانی میاید خاک ما و برش سند تسلیم شدنش میتا و در این مطبوعات ظاهر میشه و میگه پیام پاکستانی ها این بار شفافتر بود. یعنی تو به حد ضعیف شدی که پاکستان رسمی تسلیمی تا میخواید. ما ضعیف نشده. در همین حال آقای عبدالله اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، را قاتل احمد شاه مسعود میداند. در اون روزایی که آقای کرزی تازه به کرسی حکومت موقت رسیده بود، 50 بار از قهرمان ملی یاد میکرد. 50 بار. در روزی که قاتل قهرمان ملی کشته شده، کی کش؟ عامر صاحب شهیده. کی کش؟ املت اسامه بن لادن. کله چیز اول زلد پر ده جناب رئیس صاحب سره کینستم تقریبا نن 2 کال مخکی، نو هغه دی هغه وخت د همدې دولت مامور خو ډیر په افسوس دا خبره وکړه چې زما دښمن وای چې ما استاسو ډاکټر عبدالله لغمانی مړ کړ، خو زه نشم ویلی چې زما دښمن پلانی ده. زما خوله بنده، ما ته اجازه نه ورکول کیږي. همایش بزرگ عدالت خواهی در حال برگزار می شود که حکومت افغانستان همواره بر روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت و ویژه طالبان تاکید داشته است. همایش بزرگ عدالت خواهی که نخستین واکنش جدی در برابر سیاست های رئیس جمهور کرزی گفته شده است، با پخش قطعنامه به پایان رسید.